بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: شکایت زائران افغانستانی از وضع محدودیت در مرزهای ایران. تهیه برنامه 3 ساله زیارت اربعین توسط کمیته عالی دائمی زیارت میلیونی اربعین. و فقر در لبنان بحرانی شد. وقت شما بخیر. همزمان با نزدیک شدن اربعین امام حسین علیه السلام، شمار زیادی از زائران افغانستانی که قصد رفتن به کربلای معلا را دارند از وضع محدودیت‌ها در مرزهای ایران شکایت دارند. آنان میگویند مقام‌های ایرانی گفتند که زائران افغانستانی صرفاً میتوانند با اتوبوس از مرز اسلام قلعه وارد ایران شوند. جزئیات بیشتر در این زمین را در گزارش همکارم مشاهده بفرمایید. همسال در ایام مراسم اربعین امام حسین علیه السلام، هزاران تن از زائران افغانستانی برای شرکت در گرد همایی میلیونی زیارت اربعین در کربلای معلا حضور به هم می‌رسانند. امسال اما با نزدیک شدن اربعین حسینی و رایگان شدن ویزای زیارتی عراق، شمار زیادی از زائران افغانستانی که قصد رفتن به کربلا را دارند از شرایط تازه ایجاد شده از سوی مقام‌های ایرانی در مرزهای این کشور شکایت دارند. به گفته زائران و مسئولان کاروان‌های زیارتی اربعینی، مقامات ایرانی به تازگی گفتند که زائران افغانستانی باید با اتوبوس از افغانستان حرکت کنند، در حالی که با توجه به میزان گسترده زائران و کمبود اتوبوس‌های مسافربری ممکن است آنان از شرکت در مراسم اربعین باز بمانند. روز سه‌شنبه 16 مرداد فرمانده مرزبانی خراسان رضوی نیز گفت افغانستانی‌هایی که برای مراسم اربعین عازم عراقند صرفاً از مرز اسلام قلعه وارد ایران شوند. یک مقام استان کرمانشاه ایران هم اعلام کرده که در روزهای اربعین امسال تردد افغانستانی ها از مرز خسروی به عراق ممنوع است. همزمان یک مقام پلیس ایران هم گفته در مرزهای این کشور برای مهاجران افغانستانی که دارای کارت آمایش و مدارک دیگرند سند مسافرتی صادر نخواهد شد. در نتیجه افراد مذکور صرفاً در استانهای محل سکونت و از طریق مراجعه به دفاتر کفالت حقیقی و مجازی قادر به ثبت درخواست سند خادم برای سفر زیارتی اربعین به مقصد کشور عراق خواهند بود. مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفته که تا کنون 25,000 نفر از زائران افغانستان برای ورود به ایران از طریق مرز اسلام قلعه ثبت نام کردند. او گفته که احتمالاً تعداد زائران افغانستانی که عازم عراقند امسال بیش از 15% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. این محدودیت و شرایط تازه در مرزهای افغانستان با ایران برای رسیدن زائران به عراق در حالی است که پیشتر برخی مقام‌های ایرانی از ایجاد سهولت‌ها برای زائران اربعین امسال خبر داده بودند. زائران و دلباختگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌گویند آنان با وجود مشکلات اقتصادی و فقر گسترده در داخل افغانستان تصمیم گرفتند در مراسم اربعین حضور گسترده داشته باشند، اما مشکلات و موانع در مرزهای ایران، نگرانی ها از تکرار حوادث سالهای گذشته
در مرزهای ایران را بیشتر کرده است. گفتنی است این چندمین سالی است که با نزدیک شدن اربعین حسینی، علی‌رغم اظهارات مقام‌های ایرانی برای ایجاد سهولت، هزاران تن از زائران افغانستانی به دلایل مشکلات مرزی ایران از شرکت در مراسم بزرگ اربعین باز می‌مانند. بر اساس برخی گزارش‌ها امسال احتمالاً بیش از 40,000 زائر افغانستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی عازم کربلای معلا شوند. از دکتر باقر سعیر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی دینی از کابل، پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای سعیر، سلام و عرض ادب دارم خدمتون. آقای سعیر، در حالی که امسال کشور عراق ویزا را برای زائران افغانستانی رایگان اعلام کرده، وضع محدودیت و شرایط جدید مرزی از سوی ایران به چه معناست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض می‌کنم دایران اما خود آن حسین مضمون ترین و محروم ترین نشد به دلائل مختلف. سالهای سال مردم افغانستان با وجود مشکلات و چالش ها خوش و شیعان افغانستان قادر به آمدن به زیارت در به این رویجه نبودن. با توجه به تصمیماتی که در سالهای اخیر برای همه کشورها رو بیجه و شیعان افغانستان و مطلع افغانستان از طرف هم جمهوری ایران و هم جمهوری اسلامی ایران معیار شده بود، علاقه فراوانی در میان شیعان افغانستان شکل گرفته بود و زمین سازی لازمه هم متاسفانه صورت نگرفت. در همه سالهای گذشته که از سال 95 شد تا با این سال، زائران افغانستانی، قسمت عمده زائران افغانستانی متاسفانه در برنامه اربعینی و در اصل برنامه اربعینی که حضور میلیونی شیعان و دلباختگان با الله حسین از سراسر جهان هست متاسفانه حضور پیدا نکردند. چالش های اداری زیاد وجود داره و کماکان متاسفانه تا به حال هم وجود دارد. نبود نمایندگی سیاسی و کنسولگری عراق در افغانستان، چالش ها و مشکلات که در مرزهای ایران داریم و از طرف دیگر متاسفانه فضای تعصب آمیزی که در داخل افغانستان و نسبت به حاکمیت فعلی وجود دارد. همه اینها نسبت به کم میده که ظاهر افغانستانی با چالش بسیار بزرگی مواجه شد. تصمیم جدید هم در تداوم چالش هاست. شما میدانید اکثریت زائران افغانستانی کسان هستند که مسن هستند و سن بلند دارند و در سن بلند استفاده از ترانسپورت زمینی و آمدن از طریق اتوبوس با توجه به اینکه در داخل افغانستان متاسفانه چالش‌های بسیار زیاد ترانسپورتی وجود دارد و قرار دادن یک مرز صرفا مرز زمینی استان بلند به خاطر تردد و ورود زائران افغانستانی این مشکلات را بیشتر میکنم. خب به دوست که مسئولیت دامتران باید که در قسمت ایجاد اصلاحات را ایجاد کردن، در قسمت تردد و نوعیت تردد هم تصیلات را ایجاد کنند تا این زائرین مجموع افغانستان که از پرا و قصبات و از جهات و از جاهای فوق العاده دور افغانستان عازم زیارت در عبدالله حسین میشه. شما میدانید باید مثلا یک کسی میخواه از یک اونسوالی با این کربلا موشن باید در قرار سه شب کون نباید برای کنید با کابل برسه، شب باید به هرات برسه و تقریبا تا رسیده رو مشهده باید شش شبان رو دیگه در مسیح را موشن. اگر صرف یک مرز و اون مرز استان قلعه و از نظام فقط واسطه اوتوبوس باشد، شما فکر کنید با چه چالش بسیار بزرگ که مواجه میشه یک زائر مثلا 80 ساله و 50 ساله ارمانی. ما امیدوار هستیم چالش بس باشه شد. بله آقای سعیر، با توجه به مشکلات و موانع مرزی در سالهای گذشته، وضع محدودیت‌های جدید تا چه اندازه بر میزان حضور زائران افغانستانی در اربعین تأثیر گذاره؟
بفرمایید. میدانید وقت زائر که از اطراف خصوصا مناطق مرکزی خراسان یا از نقاط دیگه از خراسان علاقه دارم و عشق دارم و محبت دارم میکنه که آزه بشود وقتی تصمیمات محدودیت انگیز و محدود آور بشنم فکر کنم در قسمت تصمیم خود و در قسمت نوعیت ترددی که برایشان تعیین شده با چالش بسیار کلان مواجه بشه، هم از نظر روانی و هم از نظر ترتیبات مالیش. از نظر روانی شما میدونید از یک طرف و عشق و محبت و علاقه فراوانی که نسبت به زیارت اربعین و زیارت عبدالله حسین داره و از این طرف تصمیم محدودیت آور خب در یک حالت بسیار سل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 
اصل شور و اصل ولوله و اصل اگر کسی واقعا میخواد که حضور میلیونی عاشقان عبدالله حسین را درک کنه انشاءالله آقای دکتر معنوی عبدالله حسین بله که باید در یک روز قبل به این طرف یا روز قبل در به این برست ولی این محدودیت هایی که بازه و افسرین و مشکلات اکثریت ظاهران از باید در طور که خود مرافقه برسن دوردن برسن و آی دکتر ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر باقر سعیر استاد دانشگاه و فعال فرهنگی دینی از کابل که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در ادامه تسهیل مقدمات زیارت اربعین حسینی، حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام از افتتاح زمینی به مساحت 6000 متر مربع با نام صحنه پیامبر اعظم خبر داد. اداره مرمت و بازسازی حرم مطهر حسینی از آماده سازی و افتتاح صحن جدیدی به مساحت 6000 متر مربع با نام نبی اکرم صلی الله علیه و آله به منظور ایجاد فضاهای جدید برای استراحت زائران اربعین میلیونی حسینی خبر داد. گفتنیست این صحن مجهز به سایبان، آب آشامیدنی و سیستم خنک کننده و تهویه هوا نیز می باشد. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری اهل بیت علیهم السلام در بصره در راستای حمایت زائران و راهنمایی ایشان در سفر اربعین حسینی اقدام به برپایی خیمه‌ای برای پاسخگویی به سوالات شرعی زائران اربعین در مسیر مشایعه نموده است. گفتنیست این خیمه خدمات مختلفی از جمله بازدید از مواکب و اقامه مجالس عزای حسینی، تهیه کارت شناسایی برای کودکان و توزیع نشریات در مورد زیارت اربعین را نیز ارائه می‌کند. شایان ذکر است این خیمه همچنین همپای زائران حسینی به مناطق مختلف نقل مکان می کند تا به شهر مقدس کربلا برسد. برخی منابع به رسانه ها گفتند که در 3 سال گذشته 87 نفر در اثر شکنجه در زندان های استخبارات طالبان جان باختند. منابع گفتند که این افراد به روش‌های مختلف از جمله شوک برقی و غرق کردن در آب کشته شدند. این در حالی است که یوناما در تاریخ 29 شهریور سال گذشته در گزارشی از نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های طالبان خبر داد و تاکید کرد که نزدیک به 50% این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارهای یا مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز است. اداره توسعه سازمان ملل متحد میگوید سیل‌های ناگهانی از ماه اردیبهشت تا کنون 300 کشته در افغانستان بر جای گذاشته و 9000 خانه را ویران کرده است. این آژانس وابسته به ملل متحد میگوید قصد دارد برای آسیب دیدگان این سیلاب‌ها پناهگاه‌های موقت بسازد.
این سازمان امدادی در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت که با سایر نهادهای بشردوستانه تلاش می‌کند نیازهای اولیه انسانی مانند آب، سرپناه موقت، غذا و مراقبت‌های بهداشتی را به جوامع آسیب دیده برساند. یونیسف هشدار داد هر گونه تشدید خشونت در منطقه خاورمیانه پیامدهای انسانی وخیمی در پی خواهد داشت که زندگی کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از تمامی طرف‌ها خواست که هرچه سریع‌تر حداکثر میزان خویشتنداری را در پیش گیرند و از جان غیر نظامیان محافظت کنند. از سوی دیگر سازمان رسیدگی به امور اسیران و آزادگان فلسطینی اعلام کرد که اسرائیل از 7 اکتبر گذشته تا کنون 690 کودک فلسطینی را بازداشت کرده است. مطالعه اخیر توسط کلایمت سنترال یک گروه مستقل که در مورد اثرات تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین تحقیق می‌کند نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی به طور نامتناسبی تمای شب را بالا می‌برد و میلیاردها نفر را در معرض بیماری‌ها و اختلالات مربوط به گرما قرار می‌دهد. بر اساس این پژوهش دمای شبانه تابستان بین سال‌های 1895 تا 2023 به میزان 2.29 درجه سانتیگراد افزایش یافته است که در مقایسه با میانگین افزایش جهانی 1.1 درجه سانتیگراد دو برابر افزایش یافته است. مطالعات نشان می‌دهد که بین سال‌های 2000 تا 2019 تقریباً 489,000 مرگ و میر ناشی از گرما در هر سال رخ می‌دهد که 45% از این موارد در آسیا و 36% در اروپا هستند. احسان العبادی مدیر دفتر نخست وزیری عراق و رئیس کمیته عالی دائمی زیارت میلیونی اربعین از تهیه یک برنامه 3 ساله برای زیارت اربعین خبر داد. العبادی در بیانیه گفت برنامه زیارت میلیونی اربعین به 2 بخش پروژه های بلند مدت و پروژه های کوتاه مدت تقسیم شده است. وی در ادامه افزود تا کنون 102 پروژه شناسایی شده که شامل احداث 32 بزرگراه با 6 محور و هزینه 3 تا 5 تریلیون دینار، ایجاد 7 میدان برای جابجایی خودرو و 1 پارکینگ و همچنین ایجاد 10 مرکز آمبولانس در مسیر زائران اربعین حسینی از جمله این طرح‌هاست. وی همچنین ادامه داد ایجاد 10 کارخانه تولید یخ و آب و ایجاد زیرساخت‌های برق نیز از پروژه‌های این کمیته میباشد. العبادی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه ها راه ارتباطی نجف اشرف شهر مقدس کربلا هموار خواهد شد افزود این پروژه ها تحت نظارت کمیته عالی دائمی زیارت میلیونی اربعین حسینی خواهد بود که در نظر دارد تا سال 2026 همه شهرهای مقدس و عتبات عالیات را با یک شبکه جاده سریع به یکدیگر متصل کند. داده‌های جدید بانک جهانی در لبنان ارقام نگران کننده ای را نشان می‌دهد که بیش از 70% از جمعیت این کشور دچار فقر در بسیاری از جهات هستند. پژوهشگران معتقدند که این امر نشان دهنده ناکامی بانک جهانی در رسیدگی مناسب به وضعیت این کشور می‌باشد. گفتنی است دولت لبنان از سال 2023 اقداماتی را به منظور فقر زدایی از جامعه آغاز کرده، اما باید گفت جامعه بحران زده لبنان نیاز به اصلاحات ساختاری بیشتری دارد. به گزارش بانک جهانی با عنوان بررسی فقر در لبنان که در ماه می 2024 منتشر شده است، 73% لبنانی ها و تقریبا همه ساکنان غیر لبنانی عمدتاً سوری ها در فقر چند بعدی زندگی می کنند که شامل فقر حقوق بشری مانند دسترسی به برق، مراقبت های بهداشتی و آموزش نیز می باشد.
گفتنیست 44% از جامعه لبنان روزانه با 3 دلار زندگی می‌کنند و این وضعیت به ویژه در شمال لبنان و در میان پناهندگان سوری حاد است، جایی که از هر 10 نفر 9 نفر در فقر پولی زندگی می‌کنند. در پایان لازم به ذکر است از سال 2019 مردم لبنان در یک بحران مالی و اقتصادی به سر می‌برند که یکی از شدیدترین بحران‌های جهانی از اواسط قرن 19 به شمار می‌آید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. شکایت زائران افغانستانی از وضع محدودیت در مرزهای ایران. تهیه برنامه 3 ساله زیارت اربعین توسط کمیته عالی دائمی زیارت میلیونی اربعین. و فقر در لبنان بحرانی شد. بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار. شب خوش.